السلام علیکم و رحمت الله. من میخوام عرض بکنم ارزش فاطمه زهرا سلام الله علیها به عبودیت خداست، بندگی خدا. این اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسیست که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد صدیقه کبرا نمی شد. اساس بندگی خداست. السلام علیکم و رحمت الله. بعضی از خوانندگان جلسات مدداهی بنده اطلاع پیدا کردم استفاده از مدح ها و تمجید های بی معناست که گاهی هم مضره. فرض کنید راجع به ابوالفضل سلام الله علیه صحبت میشه، بنا کنن از چشم و ابروی ابوالفضل تعریف کردن. قربون چشمت بگم که چشم قشنگ مگر تو دنیا کمه؟ مگر ارزش ابوالفضل به چشمای قشنگش بوده؟ اصلا شما مگر دیدید ابوالفضل رو؟ میدونید چشمش چجوری بوده؟ ببینید اینا سطح معارف دینی ما رو میاره پایین. معارف شیعه در اوج اعتلاعه. السلام علیکم و رحمت الله. عارف شیعه در اوج اعتلاعه. معارف شیعی ما اون معارفی است که یک فیلسوف در غرب پرورش یافته با مفاهیم غربی بزرگ شده آشنای با معارف فلسفی غرب مثل هانری کوربن رو میاره دو زانو جلو علامه طباطبایی می نشانه، اون رو خاضع میکنه و میشه مروج شیعه در اروپا، مرید معارف شیعه. معارف شیعه اینه. معارف شیعه رو در همه سطوح، از سطوح ذهن متوسط و عامی بگیرید تا سطوح بالاترین فیلسوف ها، میشه این معارف رو عرضه کرد. ما با این معارف نباید شوخی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. من شنیدم مواردی از آهنگای نامناسب استفاده میشه. حالا فلان خواننده مثلا فرض کنید طاغوتی یا غیر طاغوتی یه شعر عشقی مثل چرندی رو به آهنگی مثلا، حالا ما بیایم تو مجلس امام حسین برای عشاق امام حسین آیات والای معرفت رو بریزیم توی این آهنگ ها رو توی این آهنگ خونده، خیلی بده. او آهنگ بسازید خودتون، آهنگ بسازید. این همه ذوق، این همه هنر یقینا در جمع علاقمندان به این جریان کسانی هستن میروانن آهنگ های خوب بسازن، مخصوص مدعی. آهنگ عزا، آهنگ شادی. السلام علیکم و رحمت الله. ما تا این لحظه هیچ تعهد بین المللی رو نقض نکردیم، هیچ تفاهم نامه و موافقت نامه ای رو دو جانبه یا چند جانبه نقض نکردیم. ما خیلی آرام منطقی با مدارا پیش رفتیم، اما
از اولم گفتیم، حالا هم تکرار میکنیم، تحمیل، زورگویی، باجگیری به ملت ایران از هیچ کس قبول نمیکنیم. سیاست ما، توجه کنید، سیاست ما مذاکره و تفاهم و تقویت اعتماده، اما اعتماد از دو طرف باید تقویت بشه. این دو تا کشور اروپایی میگن آقا شما اعتماد سازی کنید، یعنی کاری کنید ما به شما اعتماد پیدا کنیم. بنده هم به اونها میگم شما هم کاری کنید ما هم به شما اعتماد پیدا کنیم. امروز ملت ایران و دولت ایران و مسئولین ایرانی در خودشون مثل کوه احساس استواری و قدرت میکنن. ما از هیچ کس نمیترسیم، ما قدرت و توانایی لازم رو برای دفاع از حقوق خودمون همیشه داریم و از این حقوق کوتاه نمیاییم. کسی حق نداره که حق ملت رو در اینجا مورد معامله قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله. من باید تشکر کنم از آقای احمدی نژاد که ایشون کار جدیدی کردند، عدالت محوری رو به عنوان یک شعار گذاشتن وسط. این خیلی کار بزرگی بود. من اون وقتی که ایشون در تبلیغات انتخاباتی بودن به همون افراد خانواده خودمون میگفتم اگر آقای احمدی نژاد رأی هم نیاره، این خدمت بزرگ ایشون کرد به انقلاب که این شعار عدالت محوری رو مطرح کرد، نگذاش که به فراموشی سپردن این شعار بشه یک سنت. این مطرح شد، ذهنها رو به خودش متوجه کرد، خوشبختانه مردم هم فهمیدن، خواستن، دوست داشتن، رأی دادن. این کار کار مهمی است. بنابراین عدالت محور بودن این دولت یک حرف بزرگی است. طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت یک کار جدیده، خودش تحوله. اینو بهش پابند باشید. السلام علیکم و رحمت الله. خود غربی ها و مستکبرین عالم هم به این اعتراف میکنند. بارها تکرار کردند که در هر کشوری از کشورهای اسلامی اگر یک انتخابات آزادی انجام بگیرد، منتخبین ملت، عناصر معتقد به اسلام و مروج اسلام و پایبند اسلام خواهند بود. این رو بارها خودشون بیان کردن. برای همین است که ادعای دموکراسی خواهی غرب امروز دچار تناقضه. از یک طرف پرچم دموکراسی و مردم سالاری رو در دست گرفتن، از یک طرف جرأت نمی کنن این پرچم رو در دنیای اسلام به معنای واقعی کلمه برافرازن، چون می دانند هر جایی که آراء مردم، انتخاب مردم در اون نقش پیدا بکند، در هر کشوری از کشورهای اسلامی بدون تردید اسلام خواهان زمام قدرت و حکومت رو در دست خواهند گرفت و منتخبین ملت مسلمان ها خواهند بود. السلام علیکم.